ملک اسریا دختر سردار محمود طرزی در نوامبر 1899 در سرزمین سوریه دیده به جهان گشود. وی تعلیمات خیش را نزد پدرش آموخت و از آوان کودکی شوق و علاقه بالخصوص در آموزش، آزادنگری، پیشرفت و تمدن داشت. زمانی که امیر عبیبالله خان در کابل به سلطنت رسید، از افغانایی که به قسم ماجر در خارج از کشور زندگی می نمودن خواست تا دوباره به وطن برگردن. ملکه ثریا با فامیل خیش به وطن بازگشت. آنچه که آموخته و اندوخته بود در کشور عقب مانده خیش عملی نمود. ملکه ثریا و پدرش در مجلس امیر امان الله خان را ملاقات نمودند. امان الله خان که خود یک شخص مدرن، مدنیت طلب و دموکرات بود، از مفکوری محمود طرزی و دخترش به گرمی استقبال نمود. در سال 1913 امان الله خان درخواست عروسی را با ثریا نمود. ملکه ثریا نه تنها به حیث خانم پادشاه، بلکه به حیث یک شخص ملی برای پیشرفت افغانستان خدمات بی‌شایبه‌ای نمود که اولین خانم مسلمان سیاسی و با قدرت در آسیا و شرق میانه شناخته شد. ملکه ثریا امرا با شوهرش در مجالس کابینه، رسم گذشتی عسکری اشتراک و در نظر عامه ظاهر کردید. وی در زمان جنگ استقلال با شوهر خود از قریجات نارامی افغانستان و خیمه های زخمی دیدن نموده برایشان تحایف ایدان آمد. ملکه ثریا اولین زنی بود که خیش را از قید چادری آزاد کرد. وی کلاهی بری با دستمال جالی که در آن وصل بود می پوشید و پدر ملکه ثریا هم خانم های فامیل خیش را تشویق کرد که مکتب بروند و در دفاتر کار نمایند. بسیاری از خانم های این فامیل نظر به هدایات شاه تشکیل ارگانیزیشن ها نمودند و در کارهای دولتی سهم گرفتند. ملکه ثریا نظر به علاقه که به علم و دانش داشت، همیشه ملت را تشویق به آموختن علم می نمود. دید و گرایش این ملکی روشنفکر زیادتر به معرفت زنان بود. نارسایی ها و بیدانشی زن افغان او را رنج می داد. امان بود که برای تشویق زن افغان 15 خانم جوان را برای کسب تحصیلات عالی در سال 1928 به ترکیه فرستاد. زمانی که ابر جهالت در آسمان کشور ما سایه می انداخت و زنهای افغان در بیدانشی می سوخت، ظلم و استبدادهای فامیلی نیز دامنگیری ایشان گردیده بود. ملکه ثریا برای مهر چنین حرکات غیر انسانی و ناشایست، مؤسسه به نام دفتر خدمات مخفی که خود آمریت آن را به عهده داشت تأسیس نمود. در این مؤسسه رشد شخصیت، حق دفاع از خود به زنان تدریس می شد و همچنان زنان را در ساختار آینده افغانستان و سهیم شدنشان در مسائل سیاسی افغانستان نیز کمک می نمود. از جانب دیگر این مؤسسه از آلات اقتصادی و برخورد ناشایست شهروران در مقابل خانمهایشان نیز خبرگیری می نمود. ملکه ثریا در 7 سالگرد آزادی خطابه ذیل را به ملت افغان پیشکش نمود. این آزادی متعلق به ما ماست
از این سبب عمه ما در این محفل اشتراک نموده، من از تمام زنهای افغان خواهش میکنم که مسئولیت پیشرفت کشور را با مردان به طور مشترک به دوش بگیرند و این مسئولیت ایجاب میکند تا زنها مکتب بروند و بیاموزند. در سال 1927 و 1928 شاه با ملکه خرز بازدید به اروپا رفت. ملکه در بین گروه بزرگ لیدران، شاگردان و معاصران سخنرانی نمود و در مجالس با سفرا و صدر زمان کشور های مختلف ملاقات نمود که سر و صدای را در بین زنان ممالک دیگر مانند ترکیه و مصر ایجاد کرد. این رویدادها سبب شد که ملاها در افغانستان روش ملک سریا را تقوی نموده و آن را خلاف کلتوری افغانی و مغایر ارزش‌های اسلامی بدانند. این توطئه که در پشت پرده از سوی انگلیس ها سازماندهی شده بود در بین روحانیون مذهبی پروپاگند های مختلف به وجود آمد. در آن زمان انگلیس ها نمی خواستند که افغانستان یک مملکت مقتدر و خودکفا باشد. همچنان انگلیس ها نظر به مخالفتی که با پدر ملکه ثریا داشت، شاه امان الله مورد علاقه‌شان قرار نگرفت. امان بود که زمانی که شاه از سفر اروپایی خیش به کشور بازگشت با بغاوت و شورش‌های ملاها روبرو شد. شاه ملت پرور برای جلوگیری از جنگ داخلی و خونریزی ترجیح داد که وطن را ترک نموده و ایتالیا پناهنده شد. در طول سفر توقفی در هند داشت. در آن زمان که هند تحت نفوذ امپراتوری انگلیس بود، بودن یک دولت قوی مانند افغانستان و داشتن یک پادشاه و ملکه دموکرات و روشن فکر این دو را امیدوار به آزادی کشورشان از انگلیس نموده بود. اما متاسفانه با ترک شاه امان الله و ملکه ثریا از افغانستان، خواب و خیال مردم هند یک سر به خاک مبدل گشت. آنها شاه و ملکه را استقبال نمودند و ناامیدی بی پایان در چهره هایشان هویدا بود. ملکه ثریا با شوهرش متبقی عمر را در ایتالیا در دیار غربت سپری نمودند. این ستاره درخشان در 20 اپریل 1968 در ایتالیا جان به حق سپرد و طی مراسم خاصی عسکری جنازه‌اش به میدان هوایی ایتالیا انتقال و در جلال آباد در جوار مزار شوهرش به خاک سپرده شد. روانش شاد و خاطراتش جاودان بود.